اما تنها در سیستان و بلوچستان نبود که مردم اعتراضات خود را به حاکمیت نشون دادند. در شمال ایران در مراسم سوم مهران سماک، جوانی که تنها به دلیل بوق زدن و شادی هدف گلوله مستقیم نیروهای امنیتی قرار گرفت، مردم به صورت خودجوش حاضر شدند و علیه نظام شعار دادند. و در پایان این بخش این رو هم اضافه کنم که سعید افکاری در توییتر فایل صوتی تماس تلفنی خواهرش الهام افکاری رو از زندان عادل‌آباد شیراز منتشر کرده که میگه ده‌ها زندانی کودک در این زندان علاوه بر اتهام‌های دیگه با اتهام افساد فی‌الارض و محاربه نگهداری میشن. اتهام‌های جدی در جمهوری اسلامی که میتونه زندانیان رو با حکم اعدام مواجه کنه. من علاقی گرفتن فکر کن نتونستن تمام این بدبخته که نفر که اینجا هستن هیچ گونه جرمی ندارن. یکی سه تا اتهام تو پرونده شونه. دختر 16 ساله بهش محاربه دادن. محاربه و افساد فی‌الارض. به استثنای 4 تا اتهام دیگه شا. دو تاش فقط محاربه و افساد فی‌الارض.